خداوند تو رو شکر میکنم برای خادم تو، برای اینکه تو با او هر روز قدم میزنی، سخن میگی و او رو لمس میکنی، و امروز که او برای تهیه پیغام تو میاد، تو با قلب او سخن گفتی از قبل، پیغامت رو به او دادی و امروز او رو با ما در میون میگذاری. ممنونیم برای اینکه پیغام کلام تو یک پیغام انتزاعی نیست، بلکه یک پیغام کاربردی است و امروز برای زندگی های ما در هر جا که باشیم به کار میاد، چون که زنده است و در ما عمل میکنه. پس مشتاقیم که این کلام رو بشنویم از خادم تو، او رو برکت بده، مس کن مثل همیشه و اجازه بده که دلهای ما آماده شنیدن این کلام باشه. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمن. خدا رو شکر. میکروفون رو خودم بردارم. خدا رو شکر. آمین. هللویا. ما سعی میکنیم بهداشت رو رعایت کنیم، تمام ضوابط و روابط، تمام چیزایی که گفته شده رو انجام بدیم. خب خدا رو شکر. حالا صدا اومدش. سعی میکنیم رعایت کنیم تا اینکه به حال آنچه که بزرگان گفتن، دولت مردان گفتن انجام بشه. داشتم فهم میکردم چقدر کار سختیه، پر مسئولیت کلام خدا رو موضع کنی. بعضی ها فهم میکنن که موضع کردن خیلی راحته. شاید راحت باشه، ولی اینطوری هم نیست. چون وقتی فکر میکنی که آنچه که داری میگی باید چیزی باشه که از آسمانه، اقلا برای فردی مثل من که چند سال است دارم موضع میکنم، این فکر رو تداعی میکنه که ببین تو در برابر خدا جوابگو هستی. خدایی که کلامش، این کلامی که من سالهاست دارم میخونم و خدمتش میکنم، هرگز عوض نمیشه، هرگز تغییر نمیکنه. ما تغییر میکنیم، آدم ها تغییر میکنن. آدم ها روز اول که مسیح رو ملاقات میکنن شاید خیلی هیجان زده هستن که ببین مسیح در زندگی من چیکار کرده. شاید از مذهب قبلیشون زده هستن، شاید تجربیات و گذشته بدی میان، حالا خیلی هیجان‌زده هستم. ولی به مرور زمان وقتی میگذره کلام خدا رو نگاه میکنیم، یعنی چقدر خدا وفاداره. خدا تغییر نمیکنه، ما تغییر میکنیم. من خیلی ها رو بیاد میارم که امروز شاید دیگه بین ما نیستن، نمیدونم کجا هستن، ولی هر جا هستن برایشون دعا میکنیم. ولی خدا با ماست، خدا همه جا با ما بوده، در بیابان ها با ما بوده. من نازنین تو بیابان بودی می زمانی، در خیابان ها با ما بوده، در رانندگی بود، در همه جا بوده. یه شب یادم در اتوبان در جاده گیر کردیم، ماشینمون رادیاتورش خراب شد در تاریکی، خدا ما بود و اتفاقا فرشته خدا اونجا آشکار شد. ولی خدا هرگز تغییر نمیکنه. امروز میخوام راجع به پیامی صحبت بکنم که به نظر میاد ساده است، ولی محتوایی که در اون هست یا باز دوباره بار مسئولیتی که خداوند در اون کلام داره واقعا ما رو به فکر وادار میکنه. خدا منتظر من و شماست که قدم اول رو برداریم. وقتی شما به الهیات کتاب مقدس نگاه میکنید میبینید که نه، قدم اول خدا برمیداره. ولی در این مورد که میخوام صحبت کنم و در خیلی از موارد دیگه، خدا میخواد ما قدم اول رو برداریم. یک ماجرای خیلی جالبی هست در کتاب دوم پادشاهان فصل ششم آیه 24، باب ششم البته، ولی باب 6 آیه 24. اینجا ترجمه که هم میخونم میگه بنهدد پادشاه ارام همه لشکر خود را بسیج کرد. امروز هم ما میبینیم نه که در اطراف ما در کشورهای خاورمیانه دارن لشکرکشی میکنن این حرفا. و برآمده سامره را محاصره نمود، شهر به قحطی سخت گرفتار آمد. محاصره چندان به درازا کشید که یک سر یک الاغ به بهای 80 مثقال نقره و یک چهارم پیمانه چلغوز کبوتر به بهای 5 مثقال نقره فروخته میشد. من نمیدونم موقع قیمت ها چقدر بالا پایین بوده، ولی وقتی صحبت از طلا و اینها میشه واقعا نقره میشه، آدم فکر میکنه چقدر موضوع مهم بوده. کلی اولا، کلی اولا. روزی پادشاه اسرائیل بر باروری شهر میگذشت که ناگاه زنی فریاد برآورد، ای سرورم پادشاه یاریم ده. من سعی میکنم بدون اینک برم جلو، برای همینه یاریم ده، من احتیاج دارم. و پادشاه جالب اینجا جواب میده، پاسخ میده، اگر خداوند یاریت ندهد چگونه میتوانم کمکی به تو بکنم؟ چه پادشاه صادقی بوده نه؟
ما اگه پادشاه باشیم اقلا من اینجوری هم میگم من میتونم یک کاریش میکنم، من هم میگه پادشاه هم میگه، ولی میگه اگه خدا تو رو یاری ندهد من چگونه میتونم این کار رو بکنم. کاش که خیلی از ما مسیحیان قرن 21 این طرز تفکر رو داشته باشیم که اگر خدا کاری نمیکنه من کی هستم که بخوام کاری بکنم. گاهی وقتا ما با از خدا جلو میزنیم، گاهی وقتا از خدا عقب میمونیم، فکر میکنیم که ما هم که باید کار انجام بدیم. و بعد ادامه میده پادشاه، از خرمنگاه یا از چرخشت، از کجا میخواد خدا این کار من کجا میخوام بکنم. سپس پرسید چه شده است. جالبه که در این ترجمه فقط این عبارت گذاشته چه شده است. زن پاسخ داد، این زن به من گفت پسرت رو بده تا امروز او را بخورم. ببخشید مادرای عزیز که این مدار چیه؟ 13 بالاست 18 بالاست، خیلی دردآوره. پسرت رو بده بخوریم. عجب عقلی داشته اینه. حالا ما میخونیم و ازش میگذریم و خودم بارها خوندم رفتم، ولی کدوم مادره که همچین فکری بکنه؟ همین چند روز پیش دیدم یه نوزادی رو از این دیوار در افغانستان بردن بالا، همه ما موهامون مایتن و سیخسو شد. چه اتفاق افتاده؟ من بعدا یه تصویر دیدم که این سربازه این بچه رو بغل کرده ناز میکنه، گفتم واو خدا من تو چی کار میکنی؟ چطوری تو میتونی بچه تو بدی بخوری؟ و فردا هم پسر من رو خواهیم خورد. چه پیشنهادی؟ اینجا دوستیه کتاب اصیل جهنمیه. پس پسر من رو پختیم و خوردیم. به قول بعد شمول دراست و باد. خدا من ببخشتون که همچی کاری کردید. مگه میشه همچیزی؟ ولی این کار کردم. ولی روز بعد که بگو گفتم حال پسرت را بده تا او را بخوریم. خیلی جالبه ها. بچه را خوردن. پسرش را پنهان کرد. چون پادشاه گفته های آن زن را شنید جامه بر تن دارید و مردم او را دیدن که بر بار راه میرفت. و زیر جامعه پلاس برتن کرده است. او گفت خدا مرا سخت مجازات کند. خیلی برام جالبه یک رهبر، یک پادشاه که در این سطح هست لباس خودش رو پاره میکنه و بعد میگه خدا مرا ببخشه. اونا بچه هم دیگر رو بخواستن بخورن یا خوردن، پادشاه میگه خدا مرا ببخش، من مقصر هستم، خدا مرا مجازات کنه. پلاس پوشیده، پلاس یه چیزی مثل گونی بود به نظر میاد که نشانه توبه و نگر ناراحتی هستش. مجازات کنم اگر همین روز سر از تن الیشا پسر شافا جدا نکنم. حالا با نبی مشکل پیدا میکنه. الیشا از آن هنگام در خانه خود نشسته بود و مشایخ با او نشسته بودن. پادشاه پیش مردی را فرستاد، یک کسی میفرسته، اما پیش از آن که مأمور از راه برسد الیشا به مشایخ خود گفت آیا میبینی چگونه این قاتل کسی را فرستاده تا سرم از تنم جدا کند؟ چه بکش بوده سر از تنم جدا بکند. پس چون مأمور پادشاه از راه رسید برسد، در را بر او ببندید و نگذارید داخل شود. آیا این صدای قدم های سرورش نیست که از پی او میآید؟ پادشاه را فرستاده. الیشا هنوز با ایشان سخن میگفت که مأمور از راه رسید و از جان پادشاه گفت این بلا را خداوند فرستاده است. برام جالبه وقتی کلام میخونیم چطور اینا طریقه خدا رو تشخیص میدادن، میفهمیدن این چیزی اینجا داره اتفاق میفته. انگار در قرن 21 که اینقدر ما حالا 66 کتاب داریم و ترجمه مختلف داریم، کمتری تجربه برداریم که میفهمیم این چیزی از جانب خدا هست یا نیست. حالا همه چی از جانب خدا نیست، ولی بعضی از این بلا از جانب خداست. و جالبه کتاب مکاشفه کلیسای فیلادلفیا میگه در زمان آخر بلایایی میاد که آبسی آزمایشی مونه برای کلیسا. خیلی سخته. نمیدونم اگه این روزا هم روزا هستش یا نه. این بلا را خداوند فرستاد. پس چرا باید پیش از این بر خداوند امید ببندم؟ حالا خدا رو زیر سوال میبره. امروز هم شاید در این دوران عجیب و غریب بسیاری از ما همچون یهورام پادشاه وقتی در آیه 33 میبینیم که به محض اینکه بلیشا و مشایخ میرسه از آنها میپرسه چرا دیگر بر خداوند انتظار بکشم، چرا باید به خداوند امید بندم، با چه این سخنی روبرو شدیم یا گفتیم؟ مردم حتما میگن، ولی من تعجب نمی کنم که حتی ما در سطح رهبری و خادمین گاهی وقتا در چنین چالش های بیافتیم. انسان هستیم. چجوری میشه به خداوند دل بست؟ با چه این سخن یا چه این سخنی رو بگویم؟
در ادامه می‌بینیم الیشا پاسخ او را میده. ضرورت داره که پادشاه تنها یک روز دیگه، یک روز دیگه من زیر رو خط کشیدم، منتظر بمونم. یاد بردار دیباج افتادم. من شنیده بودم البته که وقتی ایشون در زندان بود، عیزان رفتم پیشش گفتم بعد دیباج امضای بکن بیا بیرون بذار، بالاخره بیا بیرون و خلاص بشی بعد از این سالها که بودی، یک امضا بکن. ظاهرا گفته بودن که مشکل منتالی داره، فقط امضا کنه اینطور از به بیرون. ایشون گفت ببخشید، اگر یوسف یک روز دیرتر گرفتار میشد، یک روز زودتر آزاد میشد، از برنامه خدا خارج میشد. همه چی در دستان خداوند هستش. مرد خدا اینو میدونست، صدای خدا رو تشخیص میده. حالا اینجا اینطور داره میگه اگه یک روز دیگه منتظر باشی، یک روز دیگه منتظر باشی. گاهی وقتا یک روز برای ما خیلی سخته. شما فکر کنید میخواید ازدواج بکنید، اغلب ما ازدواج کردیم، اون یه روزه کاونت‌داون میکنه. برای ما که داریم نوه دار میشیم میگیم بابا چقدر طولانی شد. برای ما که پناهنده بودیم سالا پیش در هندوستان میگفتیم که این روزا تموم میشه، یک روز منتظر بمون. خداوند آنقدر مواد غذایی فراهم خواهد کرد که قیمت کالای اساسی از قبیل آرد و جو به شدت کاهش خواهد یافت. دقت کنید که ماجرایی که در این کانورسیشن هست، من بیشتر کلام خوندم تا حالا اشتباه نشه، چقدر عبارت خدا، اسم خدا، خدا میگوید، خدا گفته است، خدا این کار رو خواهد کرد، در این کانورسیشن بین این افراد داره میگذره. ببینید که بیانات الیشا انقدر غیر قابل باور بود، شاید برای خودش هم بود، نمیدونم، مرد خدا بود، حالا حتما از خدا میشنید، با طریق خدا صحبت میکرد، ولی غیر باور بود. شما دارید تو این واقعه، گاهی وقتا هم نگاه میکنه به این کرونا در این دو سالی گذشته، میگیم یه روز دیگه هم باز دوباره میخواد از اول شروع بشه، میخوان شاددان بکنن، در رو ببندن، دوباره ماسک بزنیم، دوباره نمیدونم یک دلتا اومده، چی اومده. ببینیم گاهی وقتا غیر باور میشه انگار. حالا ما سالها اینو موعظه کردیم، سالها تجربه کردیم، ولی حالا داریم میگیم مثل که یه بار دیگه مگه میشه هم چیزی. کی که از سرداران که پادشاه بر دست وی تکیه میکنه، خیلی جالب تکیه میکرده به این پادشاه، به این بدبخت بیچاره، شغلش بوده، یعنی یکی از کسایی که همراه پادشاه میشه بوده، میگه در حقیقت چنین چیزی غیر ممکنه. چقدر بده نه؟ گاهی وقتا ما خودمون از یه چالشی عبور میکنیم، از یک دره عبور میکنیم، از سختی، ولی اون مشاور ما خیلی مهمه، اون کسی که داریم سخنش گوش میکنیم، با ما حرف میزنه، انگار دست راستمونه، انگار بهش اعتماد داره، خیلی مهمه که اون شخص چی میگه. حالا ما چی به خودمون میگیم مثلا است. دشمنم که گاهی وقتا طلمه میزنه میگه بله بله اینجوری خدا تو رو فراموش کرده، و اون مشاور چقدر مهمه. من فهمی کردم مشاور ما کیه. مثلا به یه خواهری گفتم تلفنی، گفتم ما ایرانی ها همیشه اینو میگیم، میگیم به من بگو دوستات کیه تا میگم تو کی هستی. اون 5 نفر تو آمریکا یاد گرفتم من، اون 5 نفر دوستای تو کی هستن، کیا باشون سر کار ده در طی روز، در طول هفته، در طول ماه. این دست راستی ایشون که احتمالا از زنش بیشتر باش وقت صرف میکرده، چون باید به شکیه میکرد در طی روز، هر جا میرفته باش بوده، آدمی نبوده که از کلام خدا پر بوده. میگه چه چیزی غیر ممکنه، استاد، ارباب، پادشاه، هر چی که بوده، آقا غیر ممکنه. مرقس باب 10 آیه 27، لوقا 1:37 به ما میگه که نزد خدا همه چی ممکنه. کسی داره این حرفو میزنه که تعادلش عجیبه؟ کسی داره این حرفو میزنه که روز سوم از مردگان برخاست؟ کسی این حرفو میزنه که گفت در اورشلیم بمانید روح القدس بر شما خواهد آمد؟ کارهایی که از نزد انسان با عقل شور در نمیاد، نزد خدا ممکنه. ولی این آقا داره بهش میگه چی؟ غیر ممکنه، هم چیزی امکان پذیر نیستش. حالا اگه ماجرا رو بخونیم، اتفاقی این شخص گیرش نمیاد از قضا. ما باید بدانیم که خواست خدا اینه که شما را به صورت روزانه هدایت بکنه. این خیلی مهمه. این که من 200 سال پیش وقتی ایمان آوردم چطور بوده، بعضی به اون ساله قبل نگاه میکنن، کمک نمیکنه. من هر روز بعد از او هدایت بشم. این موعظه برای این هفته است. شاید هفته دیگه هم کسی گوش کنه برکت بگیره، ولی خدا برای هفته دیگه یه قضیه دیگه شاید میخواد بگه، یه پیام دیگه میخواد بگه،
مسلمه بعد از او هدایت بشیم. او روح خودش داده تا هر روز ما رو راهنمایی کنه. روح قدس میاد و ما رو هر روز راهنمایی میکنه. متاسفانه اکثر ایمانداران مسیح ببینیم که این رو نمیفهمن، این رو درک نمیکنن. مخصوصا اگه درگیر امور کلیسایی بشی، مخصوصا اگه درگیر خدمت بشی، مخصوصا اگه درگیر امور روزگار بشی. شما دعایی که قبل جلسه نمیدونست که تو موضع من بخشش هستش، به هم صحبت نکرده بودیم. درگیر اون چیزی که در این دنیا میشه که الان خیلی فتح فراونه. الان یه تلفن بعضی هم تو ساعت شونه من دیدم اوکی چی شد، یه خبر دیگه اومد. اینقدر به ما نزدیکه، اینقدر به ما نزدیکه. کافی دکمه رو فشار بدیم خبر رو بشنویم، دکمه رو فشار بدیم در تلویزیون تماشا کنیم. 2000 سال پیش اینجور نبود، همین 40 سال پیش هم نبودش. اینقدر به ما نزدیکه، ولی چه میشنویم؟ پیزه بدیم که خدا ما را راهنمایی بکنه، اراده کامل خودش رو بر ما آشکار کنه. و من هفته گذشته گفتم کسانی اراده خدا را خواهم فهمید که بر او انتظار بکشن، منتظر باشن. خداوند گفته که وقتی منتظر میشی او با ما حرف میزنه برای زندگی و اراده کاملش نشون میده. که وقتی ما صبر نداریم، یه روز هم نمیتونیم تحمل کنیم، یک ساعت هم نمیتونیم تحمل بکنیم، و اون موقع است که مکاشفه بزرگ شما خواهد داد. مکاشفه در راهه، داره میاد، ولی ما باید انتظار بکشیم. اشتباه نکنیم، صحبت سری نیست که فقط بنشینیم و منتظر باشیم. حالا راجبش صحبت میکنیم. ازیبیم که خدا ما رو در چیزی کوچیک هم راه نمایی بکنه. من سالا پیش اولین کتابایی که میخوندم درک نقشه الهی بودش. در اون کتاب در واقع یکم موضوع اولم در 24 سالی که از اون گرفتم، به کسی نگید. اونجا میگه حتی نویسنده که میخوام جوراب بخرم دعا میکنم خدای کجا برم این کارو بکنم. در چیز کوچیک و جزئی که امروز مردم برای خیلی چیزا دیگه تو فکر میکنن آقا فلان شبکه هست میریم عضو میشیم بالاخره امور روزگارمون میگذره، فلان مکان هست میریم تو کلاب عضو میشیم روزگارمون میگذره. ولی انتظار کشیدن برای خداوند، حقیقت اینه که شما احتمال از قبل میدونید که خدا از شما چی میخواد اگه کلامش رو خونده باشید. گاهی وقتا در اون چیز دل ما، در افکار ما، به خاطر که به شبهت خدا آفریده شدیم، خیلی از چیزها رو درک میکنیم. مثلا میدونیم که بعد این حیوان رو محبتش بکنیم، میدونیم که بعد خیلی کار رو انجام بدیم که به صورت عادی به نظر میرسه. شاید ندونیم که اون کاری که داریم میکنیم به کجا میانجامه، ولی این کار رو میکنیم. صدای اون رو در قلب خودمون میشنویم، یک صدای ناخودآگاه، شاید ضمیر ناخودآگاه خودمون. اگر میخوایم به شنیدن صدای خدا ادامه بدیم، باید جاه طلبی ها و خواسته های خودمون رو کنار بزنیم. خیلی از وقتا مانع شیطان نیست، شیطان دور شو به نام عیسی مسیح. شیطان میگه ما کاری نکردیم اینجا. اون جاه طلبی خودته، اون سنگدلی خودته، اون خواسته های دنیوی خودته که مانع شده. من میدونم، من بودم قبلا در چه موقعیت هایی، تو نمیدونی. بعد اینا رو کنار بزن. شیطان داره میگه وقتی خودمون رو وقت صرف دعا و کلام خدا میکنیم، گوش میکنیم به کلام خدا، آنچه که خداوند در کلامش میگه، خدا به صدای روح با ما صحبت میکنه، اون رو تنظیم میکنه. بیاید با هم میگه با اعتماد کنیم، بیاد داشته باشیم که او از ما باهوشتره. خیلی جالب، آدم دوپا درک نمیکنه که خدا از او باهوشتره و مایل آنچه رو که میگم در زندگی ما انجام بده. از کوچکترین دستورهای او پیروی بکنیم، در جزئی‌ترین چیزا. خیلی از وقتا ما چیزی کوچیکو نمیخوان، چیزی بزرگو میخوان. مثلا اگه پی نبوت بشه به سه افرادی برای من، میگم اون بزرگه. خدا میگه اون پیکچر بزرگ که برای تو گفته شده، یعنی چیزی کوچیکو باید انجام بده، تا از انجامش نمیدی. چیز کوچک، آنچه که خدا میگه از کوچکترین دستورات او پیروی بکنیم. اگر این کار بکنم، سرانجام زندگی ما را تبدیل میکنه. خیلی از تغییرات بزرگ زمانی صورت میگیره که اون تغییر کوچک صورت میگیره. یک قدم کوچک در یک زمان، در یک آن اتفاق میفته. برای خدا بسیار اهمیت داره که فرزندان او همیشه با ایمان قدم بردارن و نه با دیدار. سخته برای ما انسانایی که با علم و با فلسفه و این چیزا سر کار داریم، بخوایم فکر کنیم که
ما با ایمان باید قدم برداریم. شاید 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، همین چند صد سال پیش که ایمانداران مسیحی بودن، کسانی که کوه رو جابجا کردن، حالا ما جز قهرمان ایمان میشناسیمشون، به خاطر که اینقدر دسترسی به چیزهای مختلف رو نداشتن، راحت تر میتونستن به خدا ایمان داشته باشن. تا امروز ما میگیم به خدا ایمان داشته باش، میگه آقا راجب ایمان حرف نزن. دکتر کشیش دکتر مارتین لوتر کینگ میگه اولین قدم را در راه ایمان بردارید. اولین قدم را برای در راه مردی صحبت میکنه که امروز ما سالگرد تولدش رو جشن میگیریم، بیاد میاریم، خیلی آرزو دارن چیزی که او گفته و سخنانش گوش میکنن. میگه اولین قدم را در راه ایمان بردارید. شما مجبور نیستید کل پله را ببینید، فقط اولین قدم را بردارید. من دیدم تصاویری هم درست کردم، پله کشیدن، مارتین لوتر کینگ گفته. لازم نیست حتما اون تر رو ببینید، اون قدم کوتاه رو بردارید، اون قدم کوچک رو بردارید. کتاب مقدس ما نشون میده که خدا اغلب ناتوانان، حقیران و نیستی ها را انتخاب میکنه. اگه ما بخونیم اغلب کسی که انتخاب کردن، مثل حتی داوود که الان ما دیگه به پادشاهیش افتخار میکنیم و صحبت میکنیم، از کوشکان و حقیران استفاده کرد تا چیکار بکنه؟ تدابیر خودش رو به وسیله اون افراد انجام میده. در اول قرنتیان باب 1 آیه 27 تا 29 میخونه خدا نیستی ها رو انتخاب میکنه. و بیایم با هم دیگه این ماجرا و فصل هفتم رو آیه 3 به بعد رو با هم دیگه بخونیم، ببینیم چه اتفاق افتاد. هنوز تو دوم پادشاهان هستیم. در این ماجرا میبینیم که خداوند 4 مرد جزامی رو انتخاب میکنه. بعدم یاد دیران بودیم، سالا پیش، خیلی کوچکتر بودم، بعد از ورود فکر کنم راجب این صحبت کرد، راجب 4 جزامی، کمتر راجب اینا شاید موزه شده، چون اصلا به نظر نمیام جزامی بودن دیگه، افراد بزرگتر بگی. ولی خدا 4 جزامی رو انتخاب میکنه که اهداف خودش رو به وسیله اونا انجام بده. این افراد کی بودن؟ امروز هم خوندیم، سوداتون هم خیلی در رابطه بود با اون چیزی که در قلب ما هستش، خدا رو شکر. این افراد دردمند بودن، این افراد در قسمت خارج از شهر زندگی میکردن. این قسمت الان در اورشلیم اگه باشه یک دره‌ایه، اتفاقا من خودم یه بار از اونجا رفتم، بغل معبد هستش، قبلا الان آشغالا میزنن ولی قبلا اونجا جزامیا رو میریختن. یه بارم با نازنین اون خواهری که ما بودن رد شدیم از اونجا. در خارج از شهر زندگی میکردن، یعنی حقیر بودن، یعنی از خیلی از امتیازات امروز که اون زمان که مردم برخوردار بودن نمیتونستن برخوردار باشن، اونا باید پست میبودن، مثل خیلی الان که کرونا که میگیرن میگن من نمیتونم بچه‌مو بغل بکنم، آخه بچه‌م نوزادم میخوام بغل کنم، کرونا گرفتم. میدم نازنین جان 2 هفته که کرونا داشت، حالا از دور سلام میکنه، توی پذیرایی خوابیده بود، چقدر سخت بود. ولی شما فکر کنید طرف جزام داره، حالا ما دیدیم جزامی رو در هندوستان، انگشتش داره میفته، بینیش داره میفته، گوشش داره میفته، گوشت بدنش یه طرف، دردش یه طرف، ولی حقیر بودن اونها یه طرف بیشتر مهمتر. اونا نمیتونستن به معبد برن، الان نگاه میکنیم با هم دیگه، اونا نمیتونستن برن خرید بکنن، اونا نمیتونستن برن با خانهشون سر بزنن. اونا در کجا بودن؟ در مکانی پست بودن، چون افرادی بودن که بیماری پوستی که عفونت داشت مبتلا بودن. و طبق لاویان باب 13 آیت 45 و 46 اجازه ورود داخل شهر را هم نداشتن، اجازه نداشتن، به نظر مذهبی و شریعت هم اجازه نداشتن که اتفاق بیفته. جالبه که عیسی مسیح اینجور افراد رو محبت میکرد، بعد انجیل میخونیم. آنها فکر کردن و اینکه در هر حال ما میخوام بمیریم، این بیماری ما، دیدیم افراد دیگر مثل خودمون، دوست من که چند روز پیش اونجا میخوابی جزام داشت مردش، اون خانم هم جزام داشت میمرد، خب ما قرار بمیریم دیگه، عاقبت ما اینجوریه. اتفاق که داره میفته اینه که با این بیماری ما روزگار خوبی نخواهیم داشت، اندی درخشان نخواهیم داشت و چیزی رو به هر حال از دست نخواهیم داد اگر از جان پاشیم. شهر داره نابود میشه، ملت دارن زجر بکشن، این 4 نفر که هیچ کس آدم حسابشون نمیکنه، امروز دارم صحبت میکنم، میگن در حال ما میمیریم، چیزی رو از دست نمیدیم که از جان پاشیم بریم. پس هر 4 تاشون تصمیم میگیرن
که خودشونو تسلیم ارامیان بکنن. بازه نمیرن اونجا به پارتی، میرن که تسلیم بشن که شهر رو در محاصره قرار داده بودن ارامیان. اما وقتی اونها به نزدیک اردوگاه ارامیان میرسن با این تصویر بزرگ که میگیرن، هیچ کسی اونجا وجود داره. آیه 5 اینو میگه، هیچ کس نیست. اونا نمیدونستن، یعنی اسمس نیومده بود که ببین داری میاد اونجا، تو اون قسمت شهر ارامیان نیستن. با ایمان رفتار میکنن، با ایمان، با ایمان قدم بر میدارن. کسایی که educated نبودن، کسایی که تو جامعه جای نداشتن، کسایی که احترام براشون نبود، دردمند بودن، ولی با ایمان قدم بر میدارن. میگن ما به هر حال باید بریم جلو و خودمون تسلیم کنیم، حالا با حکمتی که خدا بهشون داده. و در آیه 6 و 7 میخونیم که خداوند کاری میکنه تا ارامیان صدای سپاهیان عظیمی رو بشنون. من برام جالب بود، دارم چند تا درس آماده میکنم این هفته برم ضبطشون کنم. یک جای دیگه راجع به یه ماجرای دیگه داشتم میخوندم که وقتی ما برای خداوند با ایمان قدم برمیداریم، این توکل میکنیم با آنچه که او انجام میده، خدا دو قدم بیشتر برای ما برمیداره. اینا میگم به هر حال ما این کارو بکنیم، ما مسئول هستیم، ما نمیتونیم بی تفاوت بشیم، در حال چیزی رو از دست نمیدیم، ولی کاری بکنیم که اگه مسیح جای ما بود میکرد، خدا اگه بود میکرد این کارو. خدا چیکار میکنه؟ ما معزز میکنه. همین کارو در دانیال میبینیم که باب اول باش دوستاش انجام میده، اون 4 نفر قدم ایمان برمیدارن، مطیع خدا میشن. جالبه خدا کانفیوژن میفرسته، اون بدبخت ها فکر میکنه این سپاه عظیمی داره میاد و آنها فکر میکنه که استرالیا و پادشاهان بعضی از اقوام تماس گرفتن تا با نجات آنها بیان و به حال اینا شکست بخورن. اینجاست که ارامیان میبینیم که با عجله از اونجا فرار میکنن و تمامی تدارکات خودشون رو هم پشت سر خودشون باقی میذارن. یه قدم بر میداری با ایمان به خدایی که کارهای غیر ممکن رو انجام میده، خدا از یه طرفی که داره کار میکنه. من نمیدونم خدا رو چی کار میکنه، کاش که میدونستم، کاش که این فهم و شعور و الهی رو داشتم، ولی خدا رو کار میکنه. خدا داره در افغانستان کار میکنه، نمیدونم چجوری، شاید 20 سال دیگه بفهمیم، شاید هیچ وقت نفهمیم. خدا در ایران داره کار میکنه، خدا در لس آنجلس داره کار میکنه، خدا در شمال کالیفرنیا که آتش گرفته، در اون ور آمریکا که طوفان داره میاد داره کار میکنه. خدا هرگز خاموش نیستش. در آیه 8 و 11 میبینیم که این مرد 4 جزای وارد اردوگاه میشن که ارامیا اونجا رو ترک کرده بودن، خودشون گذاشته بودن رفت دادن. اما خیلی زود اونها فهمیدن که آنها باید به عنوان هموطنان خودشون، به عنوان شهروندان، این فرصت عالی که خدا براشون به وجود آورده رو در میون بگذارن. سر کلاس الیشا نرفته بودن، الهیات پای منبری یاد نگرفته بودن، اونا در یه جای دورافتاده و پست بودن، ولی این درک روحانی رو پیدا کردن و حالا میخوان این درکی که پیدا کردن به دیگران بگن. خیلی برام جالبه وقتی که کسی در کلام خدا میخونیم خدا را ملاقات میکنه، نمیتونه خاموش باشه، نمیتونه آنچه را که دیده و تجربه کرده رو به دیگران نگه، و اینا این کارو میکنن. کسی بهشون نگفته بریم مژده خوش انجیل به دیگران بگید، این مژده رو به دیگران برسونید، ولی اینا یه مژده رو میرسونن که ببینید خدا داره کار میکنه، اتفاق افتاده. و ما بقیه ماجرا رو که میخونن خیلی لذت میبرن در کتاب. که اگه چنین خبر خوش رو با آنها در میان نمیذاشتن، چه اتفاق بدی برایشون رخ میداد. ای کاش کلیسای قرن 21 بفهمه که اگر من مژده خبر خوش انجیل عیسی مسیح رو نگم، در برابر خدا مسئولم و چه اتفاق بدی برای من میفته. و من دیدم در 7 کلیسا وقتی ماجراها رو میخونه چگونه میگه اگه توبه نکنی من چراغدان تو چکار میکنم، منتقل میکنم. امروز کلیسای مجللی هستن، چه در اروپا، چه در همون ترکیه، آسیا، که فقط خرابی بیش نیستن. من راجع به ساختمون دارم صحبت میکنم، خیلی از ایمان دارم نگه آنم از فوت کردن در 2000 سال هیچ اثری اثرشون نیست در طول تاریخ، کی بودن چی بودن. بعضی اسما هست که پولس رسول میگه در رسالت خودش، شاید
ولی خب موضوع اینجاست، اون حس مسئولیت که در این چهار نفر به وجود میاد، حس مسئولیت، نه فقط دل به دریا بزنن، نه فقط کاری بکنن که پادشاه باید میکرد نبی باید میکرد میکنن، بلکه حس مسئولیت، من باید این خبر خوش رو به دیگران برسونم، قدم اول رو بر میدارم، میخوان این کار رو بکنم. به اونها میگم، به احتمال زیاد میبینیم که اسرائیلی‌ها در شهر از گرسنگی میمردن اگه چه خبری رو اینا بهشون نمیدادن. اونا فریک اوت کرده بودن اوردی چه اتفاقی داره میفته. خودمون چه اونا بذاریم، اونا امکاناتو نداشتن که اطلاعات رو بدونن، آنها میمردن از گرسنگی. اونا در صورت که مایه تاج فرعونی در نزدیکی در شهر اونا قرار داشت از گرسنگی فوت میکردن. امروز خیلی ها به خاطر کرونا از بین نمیرن، به خاطر ترس از کرونا هست که از بین میرن. من دیدم در اخبار ایران اقلا طرف خودکشی کرده به خاطر کرونا هستش. ترس نداشتن این خبر خوش. و اینجا مسئولیت کلیسا من ایماندار بالاتره، که چی؟ که من میدونم که خدای من تحت هر شرایطی قادر مطلق هستش. من میدونم که خدای من در این کلام کارهایی کرده که برام مکتوب شده، نوشته شده. خدای من خداییست که مرده رو زنده کرده، خداییست که دیف ها از اون میترسیدن. من رفتم در اون تپه که چطور با خوک ها رفتم و خودشون رو پرد کردن، یعنی این تپه اونجا بود، من عقب وایساده بودم، چه جوری بوده این بدبخت ها اینجا مسیر رو بردن حالش بدن دیگه نه؟ ولی موضوع اینجاست که ما میدونیم که خدا چه خدایی هست، خدای قادر مطلق هست، خدای آخرین لحظات هست، و بارها برای ما ثابت کرده آخرین لحظات چه میکنه. مردم هیچی نشده جان خودشون از دست میدن به خاطر اون اتفاقا و خبرایی که دارن میشنون. نکته بسیار حساس در این فصل در ارتباط با سردار پادشاه است. خوب دقت کن که اولا بهش اشاره کردم 16 رو، کسی که پادشاه به دست او تکیه میکرد، قرار بود که ستونی باشه براش، آیه 17 اون مرد مهمی برای او بودش، اما ناگهان به پایان کار خودش میرسه. خب 4 تا جزامی داریم که اصلا پادشاه رو نایده بودن، شاید بیچاره بودن، مرزبل بودن چی میگید انگلیسی، و یک کسی رو داریم که با پادشاه راه میرفت، ادکلن پادشاه رو بو میکرد، با او غذا میخورد، با او گلف بازی میکرد. این 4 نفر جلال خدا رو میبینن. این یک نفر که این همه عظمت دوره برش هست، میبینیم که کارش تموم میشه. میبینیم که خیلی از مردم متاسفانه به همین راه میرن که این ستون ناپرجا بودش، این آقا بودش. این سردار در حضور الیشا مرد خدا ایستاد و باز هم پیغام او رو رد کرد و نپذیرفت. من دقت کردم خیلی از خیلی یعنی اصلا باور نکردنیه، خیلی از افرادی که دلشون سنگه، راجع فرعون صحبت نمی کنم و قرن 23 کنم صحبت میکنم، دلشون سنگه، هر چقدر شما زور بزنید بخوایی چیزی به اونا بقبولونی، به زبانهای روح هم بهش صحبت کنی، چون دلش سنگه نمیپذیره. من میبینم بعضی از این دیکتاتورها رو هرچی میرن جلوتر مثل فرعون دلشون سنگتر و سنگتر میشه. اگه مردم تو دربارشون زنده بشه باز دلشون سخته. و متاسفانه در دنیای ایمانداران هم چه آدم پیدا میشن که دلشون بسته است، خدا رو تو جعبه قرار دادن، خدای نامحدودی رو خدمت نمی کنن، خدای نامحدودی رو عبادت نمی کنن. و این در حالیه که خیلی از مردم مثل این آقا بودن. شاید ما که دامنزه می خونیم اون رو محکوم می کنیم، تو کنار پادشاه بودی چرا کمکش نکردی، ولی مردم چرا این کار کردن؟ مردم چرا این کارو میکنن؟ خیلی از وقتا ما میگیم خداوند این دیکتاتور رو بردار، این رهبر فلان رو بکش، چرا اینجوریه؟ ولی من میگم چرا مردم اینجوری هستن؟ چرا مردم اینقدر سنگدل هستن؟ چرا مردم اینقدر گناه رو میپسندن؟ چرا مردم رغبت دارن به گناه تا بیان در حضور خدا توبه بکنن؟ راجع مسیح صحبت میکنم، راجع غیر مسیح صحبت میکنم. این شخص میبیره قبل از که لذت بره، برکت رو میبینه و نصیبش نمیشه. خیلی از مردم برکت رو کلام خدا میبینن
میشنون تو شبکه‌های تلویزیونی میبینن، توی شبکه‌های اجتماعی میبینن، تو کلیسا میبینن، ولی تجربه نمیکنن چون دلشون رو بستن. پس من دعا میره که ما در کلیسای خداوند به جای برسیم که به فیض خدا از هفته بعد این کارو بکنیم، به جای برسیم که با هم در دعا متحد بشیم برای خیلی چیزا، برای بیداری روحانی. من یک ماه هستش برای این موضوع دارم صحبت میکنم، دعا میکنم، در جلسات اینترنتیم شاید شنیده باشید که خداوند من دنبال میخوام بیداری روحانی بفرستی، نمیخوام فقط کرونا بین بره. اگر چه دلم میشکنه میبینم کسایی که بیماری کرونا گرفتن چقدر درد میکشن، ولی بیداری روحانی بفرست. بیداری روحانی که حالا یه موضوع دیگه خواهد بود، به فیض خدا خادمین اینجا موضوع میکنه، یه خود بنده اگه فرصت شد صحبت بکنیم. وقتی بیداری روحانی بیاد اتفاق میفته. 12 سال پیش در این خیابون لاندلیرز، هنوز هست لاندلیرز، 12 سال پیش در این کوچه لاندلیرز کلیسای هاوسز آف لایتس نبودش. من فکر کنم ما منازعین و بچه ها کوچولو بوده این کوچه دو سه بار رفته بودیم. یک کلیسا اونور بود که هنوز هم هست تو اون قسمت یو لاندلیرز، و یک آقای بودن که هم دوره ای آقای آرنولد بودن، 5 بار مستر یونیورس شده، دوست بنده بودن، در اسرائیل با هم دوست شده بودیم، اینجا ما رو دعوت کردن، آریان رو بغل کرد، کتابش رو امضا کرد، بهش داد، ایشون رو پیش خداوند سرتون گرفت، رفت پیش خداوند. یک کلیسا بودش. بعدن کلیسای لاندلیرز هاوسز آف لایت اومد. الان در همین 4 قدمی ما 5-6 تا 7 تا کلیسا هست، یعنی تو اون قسمت 1-2-3 کلیسا هستش، شاید هم 4 تا باشه اشتباه نکنم. اینجا کلیسای هاوسز آف لایت هستش، ما هستیم، این کلیسای کره‌ای ها هستن، 2 تا گروه هم اونجا با هم هستن. حالا چرا مهمه؟ چون تو همین کوچه خیابان لاندلیرز 4 تا مرکز تهیه فیلم پورنوگرافی دنیا بوده. پشت این دیوار، پشت این جایی که ما هستیم، یک جای دیگه هست مثل خانه دعا. اگه تو قسمت شاپینگ سنتر بدی، مثل خانه چیز هستش، مثل شاپینگ سنتره، تهش یک اتاقه. من رفتم توش، درش رو وا کردن رفتیم. الان کره‌ای ها ساعت 5-6 صبح میان دعا میکنن. اینجا ساعت 7-6 میان، هر روز 5 روز هفته، اونجا 5-6 صبح میان. باور میکنم کره‌ای ها این کار رو بکنن. کره‌ای ها شب تا صبح دعا میکنن. ولی تو همون اتاق اینا فیلم های پورنوگرافی رو تهیه میکردن. الان از این چند شعبه فیلم های پورنوگرافی در این شهر، در این خیابون، فقط 2 تاش بس که مونده هستن، رفتن همشون. و خدا رو شکر میکنم برای خدمت هاوس آف لایت شبان و کلیسای مکزیکی که این کار کردن که 2 هفته دیگه جشن 12 سالگی خودشون رو میگیرن. موقعی که دعا میکردن، من یادم سالا پیش که کلیسای سفیران مسیح شروع کردم در خیابان رسیدا، صحبت میشد که در این شهر بعضی مذاهبی هستن که عزیزان خیلی سختن به مسیح، باید دعا بکنیم، تاریکی در بالای این شهر است. امروز من از اینجا میشمردم، من اولا 5 کلیسا در این شهر بودن ایرانی که امروز دیگه اصلا ازشون نیستش، متاسفانه اولا 5 تا کلیسا ایرانی بودن، دیگه نیست. نمیدونم چند تا دیگه هم چیکار خواهند کرد. جنگ روحانی هست، جنگ روحانی که فقط با روزه و دعا و در حضور خدا ماندن میتونیم اونها رو بشکنیم، تاریکی ها نهیب بزنیم. اینجا قحطی است، اینجا گرسنگی است، اینجا دشمنان هستن. 4 نفر جزامی بیچاره. من و شما حتما جزامی میبینیم فاصله میگیریم. من بعضی از دوستایی که توی این آر وی ها هستن میبینم میگم بی کنار. حالا جزامی رو ببینه چی کار میکنه، ولی اونها با ایمان قدم بر میدارن، کاری که غیر ممکن بود در حضور خدا ممکن میشه. ما در چه این شرایط حساس زندگی میکنیم، نمیدونم بعد چی کار کنیم، هرچی به عقلمون میرسه رو انجام میدیم در طول هفته. اگه کسی میشناسیم بهشون تلفن میکنیم، اگه فلایر از پخش میکنیم، هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. ولی حالا من نمونه از کلیسای متحد ایرانی دارم میزنم، ولی دوستانی دارن این برنامه رو تماشا میکنن، این فیلمو بعدا نگاه میکنن که شاید داخل ایران باشن، شاید کابل باشن، شاید بلژیک باشن، نه کجا هستی. باید این گونه قدم برده به عنوان سفیران مسیح، به عنوان کسانی که انجیل رو تجربه کردن. بگم خادمین این کلیسا که بنیانگذاران کلیسای متحد هستن به فیض خدا، من این کارو کردم که تونستم با پولمون با وقتم، امروز من حساب میکردم فکر میکردم اینجا خرج داره، ما داریم میریم میاریم، کردیم. گاهی وقتا ناامید میشیم،
ولی باید مثل این چهار جزامی، مثل بسیار دیگه، من میدونم داستانه بیشتری در کلام خدا هست، در طول تاریخ کلیسا هست که قدم برداشتن و خداوند عمل کرد. نباید خسته خاطر بشیم چون خدای رو خدمت میکنیم که صاحب حساب هست. بنده صاحب حساب نیستم، هیچ کدوم از ما نیستیم، ما چه ادعایی نداریم. صاحب حساب هست، اوست که بر اونها جان داده، اوست که بر اونها گریه میکنه نجات پیدا بکنن، و برای هزاران ایرانی که در این شهره، برای هزاران بلکه بیشتر میلیون ها ایرانی که شاید این فرصت دارن کلام خدا رو از ما بشنون، او بیشتر دل میسوزونه. پدر ایشان رو ببخش، او این گریه رو کرد، او این فریاد رو زد که هنوز اکوی این فریاد در دنیا میپیچه. نباید ناامید بشیم چون پایان شب سیاه بس سپیده. حالا یه مثال ایرانیه ولی کلام خدا اینو نشون میده، دیکتاتورها، جفارسانندگان همیشه نخواهم بود، دیگه بر از زمان خواهم بود. یه زمانی میرسه که دجال میاد، آنتی کرایست میاد، بدتر از این میشه. هنوز چیزی نشده، هنوز چیزی نشده. وای 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 وای، این کارو میکنه. امروز در افغانستان عزیز، ایمانداران افغان، برادر خواهرای ما، اگه تو تلفنشون اپلیکیشن کتاب مقدس باشه، اعدامشون خواهند کرد. زمانی میرسه که اگه نام اون شخص روی پیشونی شما نباشه، کلام خدا میگه با مرگ روبرو خواهی شد. ولی امروز روز نجاته، امروز روزیست که خداوند عمل میکنه. امروز ما این فرصت داریم مثل همه چهار جزامی که آنچه که دستون برمیده انجام بدیم. ما میکاریم، آبیاری میدیم، خدا رشد میده، خدا عمل میکنه. چجوری نمیدونم، ولی تاریخش میده خدا این کارو میکنه. بیستیم با هم دعا کنیم. عزیزانی که از طریق اینترنت تماشا میکنید، بیستی دعا بکنیم. به فیض خدا هفته بعد بیشتر اینجا دعا خواهیم کرد، در دعا خواهیم ایستاد، از خدا خواهیم خواست که بیداری روحانی بفرسته، آسمان اون شهری که ما در اون زندگی میکنیم و باز کنه. آسمان شاید خونه ما باشه، همسر ما باشه که ایمان نمیاره، آن آسمان شهر شاید محل کار اون باشه، آسمان اون شهر شاید اون منطقه است که ما زندگی میکنیم، ولی خدا میتونه آسمان رو باز کنه. هللویا، خدا میتونه آسمان رو باز کنه، خدا میتونه اون بیمار رو از جاش بلند بکنه، خدا میتونه اون جزامی رو شفا بده، خدا میتونه درهای بسته رو باز بکنه. ولی اگر ما تو یک روز دیگه صبر کنیم، خداوند، حقیقت اینجاست که ما انسان هستیم، حقیقت اینجاست که راحت نیست که یک روز دیگه صبر کنیم، چرا که جسم براش سخته تحملش. ولی خداوند، میخوایم که تو وارد بشی و عمل کنی. خدایی که در آخرین لحظات وارد شدی، چنین ماجرای ساده رو که برای ما ساده است، چنین ماجرای ساده رو تو عمل کردی. امروز میتونی هر ماجرای سخت رو و ساده رو تو دگرگون بکنی و تبدیل کنی. در حضور تو ایستاده ایم خداوند عزیز، به عنوان شاهدان، به عنوان کسانی که در پی راههای خودمون میرفتیم تو به دنبال ما آمدی، به عنوان شاهدانی که یک روزی به تو پشت کرده بودیم ولی تو به سراغ ما آمدی، در قلب ما رو کوبیدی. به عنوان کسانی که شاید اصلا به فکر نبودیم که یه روزی بخوایم نام تو رو به زبان بیاریم، ولی امروز شهادت بدیم آنچه که هستیم به خاطر فیض تو بوده، به خاطر لطف تو بوده. تو بودی ما رو از گران لجن بیرون کشیدی خداوند، تو بودی که نامی تازه بر ما قرار دادی، تو بودی که ما را اسم ما را در دفتر حیات خود نوشتی. خداوند عزیز، در حضور تو ایستاده ایم که بگویم نه به قوت، نه به قوت، به قدرت، بلکه به روح تو، به جرأت، بلکه با ایمان به آنچه که تو میکنی خداوند عزیز، نه به دیدار. دیدار میخواد چند نفر لایک بکنن، دیدار میخواد که چند نفر بیان، دیدار میخواد که آمار باشه، ولی ایمان میگه خدا داره کار میکنه. خداوند، ایمان میاریم به وفاداری تو، میپذیریم وفاداری تو رو. خداوند، بیا وارد شو و عمل کن، مخصوصا در این شهری که ما زندگی میکنیم. آمین. که این خدمت درش رو باز کردیم، این خداوند عزیز تو باز کردی که ایستاده، میدونم ده ها نفر دیگه برای ما دعا میکنن، چه عزیزان ما که در کلیسای آشوری هستن، چه عزیزان ما که در کلیسای اسپانیش هستن، حتی ایرانی ها و فارسی زبان های خداوند دعا میکنن برای ما خداوند. ولی بیا و وارد شو خداوند عزیز، چند لحظه با خداوند عهد ببندیم. بعد از شما خواهش میکنم شما تشریف بیارید اینجا، ما رو در دعا رهبری بکنید. شما بزرگتر ما هستید، میخوام که شما
با دعای شما به خداوند عهد بدیم، عهدی تازه بندیم، بگیم بله خداوند ما هستیم، افتخار میکنیم به اینکه تو ما را برگزیده برای چنین چیزی. خداوند عزیز در دعا متحد میشیم عزیزانی که هستید و تماشا میکنید. پدر واقعا تو را شکر میکنم برای این کلام زنده خداوند، برای این کلام مقدس، برای اینکه این افتخار رو داشتیم ای خداوند، گوشهای ما این کلام رو شنیده ای خداوند عزیز. واقعا ای خداوند ما رو ببخش از اینکه حتی نمیتوانیم چون آن چهار جزامی برویم و این خبر خوش و این بشارت رو برسونیم ای خداوند عزیز. بله خداوند، واقعا من به شخص باهات عهد میبندم، پیمان میبندم و تو با قلب من صحبت کردی خداوند عزیز که واقعا تمرکز من روی بشارت نام قدوس تو باشه خداوند. نام تو رو جلال بدم ای پدر آسمانی و در کنار این همه مشغله خداوند این عهد رو با تو ببندم ای پدر آسمانی که آنچرا که اهمیت داره، آن چیزی که اهمیت بسزایی داره، چون ما نیز چون آن جزامیان کار تو رو دیده ایم ای خداوند عزیز، شاهد کار تو بوده ایم، شاهد این بوده ایم که چطور تو نه فقط زندگی دیگران رو عوض کردی بلکه زندگی ما رو عوض کردی خداوند عزیز. پس چگونه می توانیم بیستیم و بنشینیم و منفعل باشیم ای خداوند در این زمینه و نرویم و این خبر خوش رو برسانیم؟ بله خداوند، شاید ده ها سال پیش، صد ها سال پیش این امکاناتی رو که ما داریم نداشتن، اونها میتونستن واقعا در ایمان قوی تر باشن، ولی ما نیز خداوند میتوانیم در ایمان قوی باشیم با علم به داشتن این امکانات. شاید ما با این امکانات ای خداوند بتوانیم به طرقهای دیگری بشارت بدهیم ای خداوند عزیز. میدانم من به شخصه بیشتر تمرکزم در طول این سالها آموزش بوده ای خداوند عزیز، بنای کلیسای تو بوده، بنای ایمانداران بوده، ولی با قلب من صحبت میکنی که خداوند من خیلی عالیه این کار، ولی چرا به اون بیسیک نپردازم، به اون چیزی که تو دعوت کرد که رفته و همه امتها رو شاگرد سازیده ای خداوند عزیز، بروم و نام قدوس تو رو ای خداوند برسانم به همه. خداوند من به شخصه با تو عهد میبندم و دعا میکنم برای همه آن کسانی که در این لحظه چه در این خانه چه در خانه هایشان چه بعدهای خداوند این موعظه را خواهند شنید و با تو عهد میبندن ای خداوند عزیز که به تو نگاه کنیم مایوس و دلسرد نشویم ای خداوند و بدانیم که تو واقعا کار غیر ممکن رو انجام میدی ای خداوند. از نظر انسان چقدر خنده دار بود اون مشاوره خداوند که گفت حتی اگر آسمان رو خدا تمام پنجره‌های آسمان رو باز بکنه یه همچین چیزی امکان نداره و بله خداوند بر طبق ایمانش برای خودش شد، زیر دست و پا له شد. خداوند ما بودمانی زیر دست و پا له بشویم، بلکه خداوند رو میخواهیم با تو هم پیمان بشویم، با هم دیگر هم پیمان بشویم خداوند، به مجده نجات رو برسونیم، علال خصوص در این دوره و در این زمان که همینطور که شنیدیم سردی فراوونه ای خداوند، قلب‌های سخت فراوونه، بی ایمانی بیداد میکنه و قتل و غارت ای خداوند بیداد میکنه، دنیا واقعا در سراشیبی سقوط محض هستش ای پدر آسمانی، هیچ چیز نیکو در این دنیا وجود نداره، ولی این انسان دو دستی بلکه بعضی مواقع چهار دستی چسبیده به اون و حاضر نیست قلبش رو نرم بکنه خداوند و قلبش رو باز بکنه تا کلام مقدس تو وارد بشه و اون رو عوض بکنه. خداوند ما نگاه نمی کنیم که چند نفر هستیم یا چند نفر نیستیم، ما نگاه نمی کنیم که جمعیت ما چقدر هستش، ما نگاه نمی کنیم ای خداوند به اینها، ما نگاه ما به توست ای مسیح که در کنار ما ایستاده، با تو ما در اکثریت هستیم، با تو ما می توانیم آن چیزی رو که به ما سپرده ای انجام بدهیم. پس بپذیر ای خداوند ما را، عهدهای ما را و خود ما را بر روی این مذبح، چون قربانی های زنده به حضور تو تقدیم میکنیم ای خداوند عزیز. و ایمان دارم هر کسی که این دعا را کرد، این عهد و پیمان رو امشب ای خداوند با تو بست و تو رو احترام نمود، کلام تو رو احترام نمود و با جدیت ای خداوند دنبال آن رو خواهد گرفت، تو در کنار او خواهی ایستاد، تو با او عمل خواهی کرد، تو پیشا پیش ای خداوند عزیز اگر من و ما یک قدم برداریم تو دو قدم رو برای ما برداشته ای خداوند عزیز. این رو میدانیم ای پدر آسمانی و چقدر
خوشحال میشویم و چقدر شاد میشویم به خداوندا که کلام مقدس تو قلب ما رو نرم میکنه، قلب ما رو گرم میکنه. ای خداوند عزیز، جلال از آن توست ای خداوند، جلال از آن توست ای پدر آسمانی. ممنون تو هستی برای برادرمون، واقعا برای این کلام زنده و عزیزانی که اینجا خدمت میکنن و عزیزانی که در سراسر این جهان به روح راستی خداوند تو رو خدمت میکنن و تو رو میپرستن و مژده نجات انجیل رو و تعلیم کلام تو رو خداوند رو به گمشدگان میرسانن. تو رو شکر میکنم و دعا میکنم ای خداوند تو تقویت بکنی هر جای این کره خاکی که هستن ای خداوند. بعضی جاها شاید مثل اینجا ما در آرامش کامل هستیم، ولی بعضی جای خداوند واقعا در تلاطم کامل هستن، در سختی، در جفاها، در تنگیها و واقعا چقدر مشکل بشارت نام تو، چون اگر مقامات بفهمن جفا هست، مرگ هست ای خداوند عزیز. اما تو هر جایی که هستیم قوت عطا کنه خداوندا، تا ما که در این واقعا در این ناز و نعمت تنبلی و ای خداوند واقعا این تنبلی که حاکم بر زندگی ماست، ما رو فرا نگیره ای خداوند عزیز، و که با جدیت تو رو خدمت بکنیم و عزیزانی که در جفا هستن حفاظت الهی تو با اونها، چون میدانم آنها نیز با غیرت تو رو میخواهن خدمت کنن. ترس رو از آنها بگیره خداوند و تنبلی رو از ما بگیره خداوند عزیز. به نام عیسی مسیح، بله. جلال از آن توست ای پدر، بله. در نام قدوست، آمین ای خداوند. آمین آمین آمین. خیلی ممنون برای دعا. بعد از شما نگر دارید هفته که شما موضوع میکنید درسته؟ با اجازتون، بله. خوش بپنم فکر کنم باید دعوت بیداری روحانی صحبت کنم، چون شما اونقدر صحبت بیداری روحانی کردیم، پس میریم با بیداری روحانی. بعد اینجا دعا میکنیم چیکار میخوایم؟ آره من فکر کنم خدا به قلب ما اینطور گذاشت که شاید این فرمت رو این عوض کنیم. پس فکر کردیم هممون با هم دیگه که شاید بشینیم اینجا و خیلی زیبا با هم یه مشارکتی داشته باشیم. طبیعتاً سرود خواهیم خوند، بعد هممون هستیم اینجا با هم سرود میخونیم و هر بار یکیمون یه کلام کوتاهی خواهد آورد و به هر حال همه میتونیم نظر بدیم در مورد اون کلام و دعا بکنیم با هم. پس بیشتر حالت مشارکت داره. فکر میکنم این ایده خوبیه که شاید ما این به هر حال این فرمت رو یه مقدار به هم بزنیم. ما میتونیم این کارو بکنیم، نه؟ بله بله خیلی. کی گفته که مثلا باید حتما یه جلسه باشه، رهبر جلسه بعد موعظه و اینا؟ خب 2000 سال داره اینطوری انجام میشه. حالا این مدت هم اینطور بریم ببینیم چطور خواهد. پس هفته دیگه ما در کلیسا بازه، بایستان اگه بخوام میتونم بیان همیشه بازه، همیشه بازه، جمع کسی اینجا خدا رو شد، با هم جمع میشیم، کلام خدا رو میشنویم، با رهبری شما میریم جلو. خرام برینا بردرمون اشکال هستن، بله، ما هم دیگه میشنم اینجا با هم دیگه مشارکت میکنیم و بعد در واقع فکر میکنم 5 سپتامبر هست، بیشتر فرمت مشارکت رو داره، ولی باز عزیزان در کلیسا باز هست، تشریف بیارن با هم مشارکت داشته باشیم، کلام خدا رو، سرود و دعا با هم خواهیم داشت و در خداوند واقعا بزرگ بشیم همه ما و ریشه بدونیم و جلال رو جلال بدیم در این شهری که شما گفتید چقدر تاریکی در این شهر. خیلی. خدا رو شکر که خداوند در این خیابون و کوچه این چیزایی که شما گفتید واقعا این اتفاقات افتاده. پس جا داره جلال خدا بیشتر و بیشتر چیه ادامه پیدا بکنه و واقعا بتونیم یک کلیسای فارسی زبان خیلی قوی باشیم و ماندگار باشیم. این خیلی باعث تلخی بود وقتی شنیدم گفتید برای این تعداد کلیسا بسته شدن. میدونم پس این یک چالش، یک مبارزه، پس اینجا یک جنگ شدید روحانی است. ناامید نمیشید. نه. ما تلفن کلیسامون اینجا هست، عزیزا میتونن پیغام بذارن 2018-921-61-01. اگر ایزان خواستن تماس بگیرن، اگر سوالی بود بالاخره ما خادمین هستیم جواب بدیم. خدا هم برکت بده. خیلی آمین. ممنون. خدا به شو فرموشی دارید دیگه چیز نه اختیار دارین دیگه فرامون فیض خدا با شما باشه. آمین. خدا بشه. بابای.